بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام با برنامه روزگار در خدمت شما هستیم همونطور که ملاحظه کردید در قسمت های گذشته بحثمون رو درباره شخصیت حضرت ابو علیه السلام آغاز کردیم چند قسمتی رو در خدمت شما بزرگواران بودیم و امروز هم مجددا در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید محمد حسن سجاد هستیم حاج آقا بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خودتون برنامه روزگار خوش اومدید بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان بیننده و عرض تشکر می کنم از شما و دست اندرکاران شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و همچنین از بینندگان عزیز تشکر می کنم که باز وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن تا دقایقی و ساعاتی را به یاد پدر بزرگوار امیر المؤمنین علیه السلام و بزرگ حامی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با هم سپری کنیم خب جناب آقای سجاد در برنامه های گذشته بحث های متفاوت رو با هم دنبال کردیم یکی از بحث هایی که خیلی شما تاکید داشتید بهش و به اون پرداختیم بحث ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام و ادله ایمان ایشون بود حالا میخواستم اگر که تا وارد بحث بعدی نشدیم صحبتی در این خصوص و در خصوص قسمت های گذشته برنامه روزگار دارید بفرمایید هدف ما از بحث نشانه های ایمان حضرت ابو طالب و ادله ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام این بود که بینندگان عزیز ما با اون که درباره ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام گفته شده آن که از فرمایشات و اشعار حضرت ابو طالب علیه السلام در اختیار هست آشنا بشند با اون چه که علما و بزرگان فریقین درباره حضرت ابو طالب علیه السلام گفتند آشنا بشند و ان الله در این راستا به وظایف خودمون همه با هم عمل بکنیم لذا ادله ای ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام بیش از آن است که در این برنامه مختصر بگنجد لذا ما به همین مقدار که تا کنون بیان کردیم اکتفا میکنیم و ادامه بحث را در باب مظلومیت حضرت ابو طالب علیه السلام و تجلیل پیغمبر خدا و ائمه اطهار علیهم السلام از مقام حضرت ابو طالب علیه السلام ادامه میدهیم و به گوشه از وظائفی که در قبال این بزرگ شخصیت عالم اسلام داریم انشاءالله اشاره خواهیم کرد خیلی متشکرم پس اگه صلاح میدونید بحثمون رو با فرمایشات بزرگان اهل شیعه و سنی آغاز بکنید در کتب شیعه و سنی در باب ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام مطالب بسیار زیادی گفته شده از قول علامه مجلسی رزوان الله علیه از قول مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقام و شریف از قول علامه امینی رزوان الله تعالی علیه و بسیاری دیگر از علما مطالبی داریم که در این قسمت از برنامه انشاءالله به گوشه از این فرمایشات اشاره خواهیم کرد الامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بهار الانوار در باب ایمان حضرت طالب علیه السلام و همچنین پدر و مادر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله علی و, علی و اجداد طاهرینشون میفرماید همه علمای شیعه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اتفاق نظر دارند و اجماع دارند بر اینکه پدران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همه اجداد طاهرین اون حضرت تا حضرت آدم همگی مسلمان بوده و بلکه از صدیقین یا از انبیا و یا اوسیاء معصومین علیه السلام بودند که البته بعضی مثل حضرت ابو طالب علیه السلام روی مصالحی ایمان خودشون را ظاهر نکردند که این یا به جهت تقیه بوده یا به جهت مصالح دینی بوده که ایجاب میکرده مثلا حضرت ابوطالب طالب علیه السلام همونطور که بینندگان عزیز ما آشنا شدن تا اینجای برنامه اگر ایمان خودشون را ظاهر کرده بودند نمیتونستند در ادامه مسیر رسالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و علیه از اون حضرت حمایت کنند بلکه در سایه پوشش ایمانشون حضرت ابو طالب علیه السلام به خوبی توانستند از پیغمبر خدا حمایت کنند این گوشه ای از فرمایشات علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بود در باب ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام باز یکی دیگر از علماء شیعه مرحوم علامه راوندی رضوان الله تعالی علیه میفرماد و کان ابو طالب و ابوه و عبد المطلب من اعرف العلماء و اعلم به شعن نبی حضرت ابو طالب علیه السلام و پدر بزرگوارشون عبد المطلب علیه السلام از بزرگان علماء بودند و از همه بیشتر آگاه بودند به قدر و منزلت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و, و کان یک تومان ایمان ان الجهال و اهل کفر و ولال ولی ایمان خودشون را از اهل کفر و آدمهای جاهل و گمراه مخفی داشتند تا بتوانند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و علیه حمایت کنند مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه میفرماید ان ابا طالب کان مؤمنا ولکنه یظهر الشرك و یستتر و الایمان لیکون اشد تمکنا من نصرت رسول الله صلی الله علیه و علیه. باز حاصل فرمایش این بزرگوار همون فرمایش علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه و دیگر بزرگان از علما هست که حضرت ابوطالب طالب علیه السلام مؤمن بودند ایمان خودشون را مخفی کردند و در ظاهر با مشرکین خودشون را هم رنگ نشون دادند تا در سایه این پوشش ایمان و مخفی کردن ایمان بتوانند پیغمبر خدا را یاری کنند خب خیلی متشکرم جناب آقای سجاد شما تمام این روایاتی که الان نقل کردید روایاتی بود که از علمای اهل شیعه بودند آیا از علمای اهل سنت هم روایاتی در این باب هست بسیاری از بزرگان اهل سنت کتاب‌های مستقل درباره حضرت ابوطالب علیه السلام نوشتند و مسلما گفتارهای زیادی از بزرگان اهل سنت درباره حضرت ابو طالب علیه السلام و ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام هست اما در این قسمت از برنامه من به یکی دو سه مورد از مواردی که بزرگان اهل سنت به ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام اعتراف کردند و در کتابشون ذکر کردند اشاره کوتاهی میکنیم علامه برزنجی که از بزرگان علمای اهل سنت و جماعت هست در کتاب اسن المطالب میگوید تواترت الاخبار ان ابا علیه السلام کان یحب النبی و یحوته و ینصره روایات متواتر داریم درباره اینکه حضرت ابوطالب علیه السلام پیغمبر خدا را شدیدا دوست می داشت و حمایت می کرد و یاری می کرد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و یعینه علی تبلیغ دینه و پیغمبر خدا را در راستای تبلیغ دین یاری می کرد و یصدقه فیما یقوله هرچه هم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله می پیغمبر خدا را ایشون تصدیق می کردن و یامر اولاده که جعفر و علی علیهم السلام به تباعی و نصرته و حتی فرزندانشون مثل امیرالمومنین و جعفر ابن ابی طالب علیه السلام را امر میکرد و دستور میداد که از پیغمبر خدا تبعیت کنید و او را یاری کنید. هذه الاخبار کلها سریحتون فی ان قلبه طافه و ممتل بالایمان بل ایمان صلی الله علیه و آله همه اینها خود شاهد صدقی است که سراحت دارد بر اینکه قلب حضرت ابو طالب علیه السلام مالا مال از ایمان به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود باز ابن جوزی که از دانشمندان مشهور اهل سنت هست درباره حضرت ابو طالب علیه السلام میگوید اگر حضرت ابو طالب علیه السلام به قول آقایانی که دشمنی میکنند با حضرت ابو طالب و تهمت کفر به حضرت ابو طالب میزنند اگر کافر بود یقینا معاویه و دار و در احتجاجاتی که با امیر المؤمنین علیه السلام داشتند تعنه می زدن به امیر المؤمنین علیه السلام و می گفتن تو کسی هستی که پدرت کافر بود و خودت مثلا در زمره یاران پیغمبر بودی در حالی که نه در کتب تاریخی و نه در کتب روایی چنین چیزی ثبت شده و این نشان دهنده این هست که حضرت ابوطالب علیه السلام از نظر ابن جوزی ایمان کامل داشتند اگرچه به حسب ظاهر تصریح به ایمان نکرده باشند البته فرصت این برنامه بسیار کمه و الا مطالب بسیار زیادی داریم که تصریح شده به این که حضرت ابو طالب علیه السلام حتی شهادتین بر زبان جاری کرد یا عباس عموی پیغمبر به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بشارت داد که یا رسول الله امویت ابو طالب علیه السلام جملاتی را در آخرین لحظات حیاتش بر زبان جاری کرد که تو را بسیار خوشحال می کند این گوشه از ادله ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام بود خیلی متشکرم جناب آقای که از بعدهایی که ما به بینندگان محترم برنامه روزگار داده بودیم این بود که یک برنامه رو اختصاص بدیم به کتاب شناسی حضرت ابو طالب علیه السلام اما خب متاسفانه انقدر این بحث گسترده بود که نتونستیم متاسفانه به اون قسمت از برنامه به خاطر تایمی که در اختیار داشتیم برسیم حالا اگه ممکنه در حدی که بزاعتتون هست و الان در این برنامه می گنجه حد چند کتاب رو معرفی بکنید که بینندگانی که اهل علم و پژوهش هستن اگر خواستن مراجعه بکنن و از اون کتاب ها استفاده بکنن در حدود 120 کتاب درباره حضرت ابو طالب علیه السلام مستقلا نوشته شده که نام این کتاب ها را همکاران عزیز شما زحمت کشیدن و در سایت گذاشتن در سایت شبکه امام حسین علیه السلام هست لیست این کتاب ها اما کتاب هایی که در دسترس عزیزان هست و میتونن استفاده کنن از این کتاب ها یکی همین کتاب پرتوی از سیمای تابناک ابو طالب علیه السلام تعلیف جناب آقای خیرالله مردانی هست کتاب ابو طالب مظلوم تاریخ که ترجمه و برگرفته است از قسمت ابو طالب علیه السلام جلد هفتم و هشتم القدیر علامه امینی که این قسمت باز به اسم ابو طالب حامی پیامبر ترجمه شده در قوم کتاب ایمان ابی طالب نوشته مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه و شریف هست که باز این کتاب در دسترس هست و در ضمن کتاب شیخ مفید که به صورت سلسله با هم چاپ شده هست کتاب ایمان ابی طالب مرحوم علامه سید فخار ابن معد موسوی از علمای قرن هفتم که این کتاب یکی از اولین کتاب است که مستدلن در ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام نوشته شده این کتاب هم خیلی مفید هست کتاب های زیادی هست حتی کتاب های انگلیسی زبان هست به نام حضرت ابو طالب علیه السلام کتابی هست به نام ابو طالب مؤمن قریش مال آقای شیخ عبدالله خونیزی از نویسندگان و دانشمندان قطیف که این بزرگوار به خاطر نوشتن این کتاب مورد بیمهری دستگاه حکومتی وحابیت در اون زمان قرار گرفت حتی بنا بود این بزرگوار رو اعدام بکنند به خاطر نوشتن کتابی در ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام که با وساطت علما و مراجع معظم تقلید در اون زمان خلاصه این حکم تقلیل یافت و خلاصه اینشون را تبعید کردن این بزرگوار هنوز در قید حیات هستند خداوند متعال به ایشون طول عمر با عزت و صحت عنایت کنند این کتاب به انگلیسی ترجمه شده کتاب دیگری به نام استادی آن دی لایف آف ابو طالب هست که در پاکستان این کتاب به انگلیسی نوشته شده تعلیف آقای صابر تاریانی و کتاب های دیگر من در اینجا از بینندگان عزیز خواهش میکنم اون کسانی که دست به قلم هستند بیان به میدون و کتاب هایی که به زبان های مختلف نوشته شده ترجمه کنند این کتاب ها را اونهاش که قابل ترجمه به زبان فارسی هست به فارسی ترجمه بشه مثل قسمت عظیمی از جلد سی و پنجم بهارالانوار به از نوشته های علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه این کتاب میتونه ترجمه بشه به نام ابو طالب علیه السلام ایمان ابی طالب علامه مجلسی رضوان الله علیه و به فارسی در اختیار فارسی زبانان قرار بگیره دیگران میتونن همین قسمت را به عنوان ایمان ابی طالب علامه مجلسی در اختیار محققین قرار بدهند و کارهای مختلفی که روی کتابهای حضرت ابو طالب علیه السلام میشه انجام داد البته من در اینجا عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز بحث های مفصلی بود که قابلیت این رو داشت که کارشناسی مفصل بشه مثلا در باب کتاب شناسی حضرت ابو طالب علیه السلام که چند برنامه مفصل میطلبید. شعر شناسی حضرت ابو طالب علیه السلام بود که رو اشعار حضرت ابو طالب علیه السلام بررسی بشه توضیح داده بشه شرح داده بشه و گفتار دشمنان و مقرزان بود که در باره حضرت ابو طالب علیه السلام گفتند. بحث مفصلی هست که دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام به راه و یکی از توطعه های بنی امیه بود که بر علیه حضرت ابو طالب علیه السلام به راه انداختن حدیثی جعل کردند به نام حدیث زحزاه و این حدیث را به بالله نسبت دادن به رسول خدا صلی الله علیه و که من الان جاش هست که این حدیث را مطرح بکنم بینندگان عزیز خودشون قضاوت بکنند با این همه حدیث که از امیرالمؤمنین علیه السلام پیغمبر خدا و ائمه اطهار علیه السلام ما در این چند قسمت از برنامه خدمت بینندگان عزیز ارز کردیم با این گفتاری که از بزرگان شیعه و سنی درباره حضرت ابو طالب علیه السلام هست با اون کردارهایی که از حضرت ابوطالب علیه السلام به ما رسیده با اون چه که درباره پیغمبر خدا از ایشون ساده شده و این که عمر شریف خودش را وقف پیغمبر خدا کرد نزدیک چهل و پنج سال آیا واقعا همچین حدیثی میتونه صحت حد داشته باشه همچین گفتاری آیا پیغمبر خدا واقعا به جای تشکر از زحمات ابوطالب علیه السلام میان همچین مطلبی فرموده باشند این جمله را به پیغمبر خدا نسبت دادن که پیغمبر خدا فرمودن نستجیر و بالله ابو طالب علیه السلام پاش در گودالی از گودالهای آتش جهنمه و از شدت عذاب مغز سرش می که این حدیث را ابن عبل حدید معتزلی سنی اومده بررسی کرده میگه آقا یکی از راویان این حدیث مقیرت ابن شعبه ای هست که در نزد شیعه و سنی معلوم الحال چه فسق و فجورهایی کرد این مغیرت ابن شعبه تا جایی که حد زدن بر او واجب شد اما حدی که باید بر او بزنند رو تعدیل کردند و اون کسانی که اومده بودن شهادت بدهند رو اونها رو شلاق زدن یه همچین آدم خبیصی جز به راویان این حدیث هست آیا ما میتونیم به همچین گفتاری اعتماد بکنیم با این که از وجود مقدس و نازنین امام رضا علیه السلام سوال شد آقای به نام محمود ابن عبان از امام رضا علیه السلام سوال کرد جناب عبدالعظیم حسنی از امام رضا علیه السلام سوال کرد و حضرت در پاسخ عبدالعظیم حسنی فرمود اما بعد فانک ان شکک فی ایمان ابی طالب لکان مسیر و کل نار این مسیر با ساد هست یعنی آقای عبدالعظیم حسنی اگر در ایمان ابوطالب طالب علیه السلام شک بکنی جایگاه تو در آتش جهنم خواهد بود این حدیث بررسی شده در القدیر علامه امینی این بزرگوار مفصلا به استدلالی که به این حدیث جعلی کردن پاسخ دادند و حتی پا را فراتر نهادند و برای مذمت حضرت ابو طالب علیه السلام با پررویی کامل به آیاتی از قرآن استدلال کردند و آیاتی که به قول علامه امینی رضوان الله تعالی علیه این آیات خودش در مدح حضرت ابو طالب علیه السلام میشه استفاده کرد و اینکه ابو طالب علیه السلام پیغمبر خدا رو یاری کردند و این آیات رو در مزمت حضرت ابو طالب گرفتند و استدلال کردند به شما مفصل خلاصه اومدن به میدان البته علامه امینی رزوان الله تعالی علیه خیلی زیبا و ساده اینها را جواب دادند و استدلال به این آیات را خیلی جالب رد کردند علاقه دل میتونن به جلد هفتم و جلد هشتم القدیر علامه امینی مراجعه کنند. اواخر جلد هفت و اوائل جلد هشت جمعا حدود 100 صفحه علامه امینی درباره حضرت ابو طالب علیه السلام مطالب بسیار زیبایی را آوردن و جوابهای خیلی قشنگی دادن حتی یه بابی باز کردن علامه امینی در القدیر به نام اربعون حدیثا فی سیدنا ابی طالب علیه السلام که همه این احادیث از کتب اهل سنت هست حدیث هایی هست که علامه امینی از کتب اهل سنت استفاده کردن <تصفح> یکی از کتاب هایی که شما الان معرفی کردید به بینندگان محترم کتاب ابو طالب مظلوم تاریخ بود چرا اصلا نگارنده این کتاب این عنوان رو برای این کتاب انتخاب کرده این کتاب همونطور که اشاره کردم ترجمه بخشی از القدیر هست که درباره حضرت ابو طالب علیه السلام نوشته شده اگر کسی دقت بکند در تاریخ حضرت ابو طالب علیه السلام میبیند که حضرت ابو طالب علیه السلام با این که این همه مشقت در راه یاری و دفاع از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله متحمل شدند آشنایان و دوستان و نزدیکان خودشون را به حمایت از پیغمبر خدا تشویق کردند و حتی امیر و جعفر ابن ابی طالب علیه من سلام را تشویق کردند که برید به یاری پیغمبر خدا سه سال تحریم اقتصادی و تحریم های همه جانبه قریش را به جان خریدند و در سختترین شرایط و بالاترین شرایط سنی حدود 85 سالگی حضرت ابو طالب علیه السلام به همراه پیغمبر خدا و فرزندان و برادرزاده ها و سایر کسانی که به پیغمبر گرویده بودند حضرت ابو طالب علیه السلام رفتند داخل شعب ابو طالب و این سه سال را تمام مشقت ها را به جان خریدند با وجود همه این مشقت هایی که به جان خریدند یه سری بیان و تهمت کفر به حضرت ابو طالب علیه السلام بزنن آیا این مظلومیت نیست و مظلومیت آنجا سر میگیرد که ببینیم این مظلومیت و این تهمت هایی که به حضرت ابو طالب علیه السلام زدن از کجا نشأت گرفته یه نگاهی که به تاریخ گذشته بیاندازید میبینید که دشمنان امیر علیه السلام در طول تاریخ نتونستند فضائل امیر علیه السلام را مخفی کنند و کتاب های فریقین پر از از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام وقتی این آقایان نتونستند با امیر المؤمنین علیه السلام کاری بکنند و نتونستند فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را مخفی کنند اومدن به بحث تکفیر حضرت ابوطالب طالب علیه السلام پرداختند که یکی از نویسندگان اهل سنت ظاهرا میگه انهیه الا فتنتون امویه این یه فتنه ای بود که بنی امیه به پا کردند این یه فتنه ای بود که معاویه لعنت الله علیه به پا کرد و تو به تکفیر را به طرف حضرت ابو طالب علیه السلام بلند کردند به خاطر اینکه نتونستند به ایمان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام کوچکترین خدشه ای وارد کنند خودشون اقرار دارند که امیرالمؤمنین علیه السلام لم یشرک بالله طرفت عین ابدا به اندازه چشم بر هم زدنی به خداوند متعال شرک نورزید اگر دست رو اسم بعضی از اصحاب و کسانی که جزو اصحاب رسول خدا شمرده میشوند بگذاریم میبینیم که سابقه بتپرستی سابقه مشرک بودن سابقه های بسیار بد سابقه های اخلاقی سابقه های اعتقادی اینها رو دارند اما درباره امیرالمؤمنین علیه السلام چه میتونن بگن امیرالمومنینی که وقتی در همین ماه رجب به دنیا اومدن چشم امیرالمومنین علیه السلام که به صورت رسول خدا صلی الله علیه و آله روشن شد عرض کردند یا رسول الله آیا اجازه میدید تورات بخوانم انجیل بخوانم و بعد از اینکه تورات و انجیل را خوندن امیرالمومنینی که تازه به دنیا اومده قرآنی که ده سال بعد اولین آیاتش بر پیغمبر خدا نازل میشود شود امیر ده سال قبل شروع کردن به خوندن خب با این امیر چه میتونن بکنن؟ به ناتار چوب تکفیر بر علیه حضرت ابوطالب طالب علیه السلام برداشتن و تهمت کف به حضرت ابو طالب علیه السلام زدن یه مطلبی رو مرحوم آیت الله رحمانی حمدانی در کتاب الامام علی من حبهو عنوان و صحیفت المؤمن یه مطلبی ایشون در این کتاب نقل کردن که امیر علیه السلام بر فراز منبر در مسجد کوفه نشسته بودن جمعیت پای منبر امیر علیه السلام نشسته بود یه وقت دیدن یه پیرمردی وارد مسجد شد بلند صدا میزد مردم به دادم برسید انا المظلوم من مظلومم یه وقت دیدن امیر المؤمنین علیه السلام از همونجا بالای منبر اشاره کردن یا اخل عرب ای برادر عرب بیا جلو جمعیت کوچه باز کرد این پیرمرد عرب جلو رفت جلو رفت جلو رفت وقتی که به کنار امیر علیه السلام رسید وقتی به امیر علیه السلام رسید و کنار منبر قرار گرفت حضرت خم شدن در گوشش یه مطلبی رو گفتن یه وقتی دن این پیرمرد بلند بلند شروع کرد به گریه کردن و بلند بلند میگفت که قربان مظلومیتت یا امیر المؤمنین گفتن آی پیر مرد عرب امیر المؤمنین چی فرمودن به تو که این تنین گریه کردی و این تنین بیتابی کردی و ظلمی که به تو شده بود را فراموش کردی گفت امیر در گوش من فرمود آی برادر عرب اگر به تو یک ظلم شده در حق من امیر علیه السلام به اندازه هر سنگ و کلوخی که روی زمین هست ظلم شده یکی از ظلم هایی که در حق امیر علیه السلام روا داشتند، همین تهمت کفری بود که به پدر بزرگوار امیر علیه السلام روا داشتند. انصاف بدید آیا بزرگواری که پیغمبر خدا را این چنین حمایت کرد این چنین یاری کرد کسی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در فراغ او ازادار شدند و اشاره خواهیم کرد در برنامه آینده که پیغمبر خدا سال وفات او را سال حزن و اندوه نامیدند آیا سزاوار به جای تجلیل و بزرگداشت مقام این بزرگ یار پیغمبر خدا و بزرگ حامی پیغمبر خدا تهمت کفر به این بزرگوار بزنن فقط اینجا باید بگیم که خدایا خود داد مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام را از دشمنانش بگیر خیلی متشکرم و اما شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین برنامه خودتون برنامه روزگار رو مشاهده میکنید میریم یک میان برنامه میبینیم برمیگردیم و مجددا در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید محمد حسن سجاد خواهیم بود با ما همراه باشید غم راه نفس بر قلب برگره باز از دریای ایمان آسمان گوهر گرفت در میان حال قم چهره حیدر گره بهترین یاره پیمبر را اجل در بر باز از سنگ حوادث قلب پیغمبر شکست بر دل شیر خدا داغ ابو طالب نشست آه یاران یار ختم المرسلین از دست رن یار قرآن یار احمد یار دین از دست حافظ اسلام و دین راستین از دست رفت والد مولا امیر امیر المؤمنین از دست رفت. ای سپهر نور دریای کرامت یا علی در قم بابا سرت بادا سلامت یا علی او مسلمانی مجاهد رهبری آگاه بود میشه ایمان او چون کاه بود با پیمبر هم دم و هم سنجر و هم راه بود مثل فرزندش, فرزندش علی یار رسول, رسول الله بود فاش گفتم فاش گویم گر ابو طالب نبود این چون این ختم رسول بر مشرکین قالب نبود از اینکه با برنامه خودتون برنامه روزگار همراه هستید از شما ممنون و سپاسگزارم. در خدمت جناب آقای سجاد هستیم کارشناس محترم برنامه و بحثمون رو در مورد شخصیت حضرت ابو طالب با ایشون دنبال میکنیم خب جناب آقای سجاد ما الان در قبال حضرت ابو طالب چه وظایف رو داریم؟ به مطلب بسیار خوبی اشاره کردید من پاسخ حضرت عالی رو با توجه به اینکه در ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه هستیم من پاسخ سوال شما را با حدیثی از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه آغاز می کنم که حضرت فرمودند در ادامه یکی از فرمایشاتشون فرمودند فکان و الله امیر المؤمنین علیه السلام یحج و ان ابیه و امه و عن اب رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود به خدا قسم امیر المؤمنین علیه السلام به نیابت از پدر و مادر بزرگوارشون حضرت طالب و فاطمه بنت اسد سلام الله علیهما حج به جامی آوردند همچنین به نیابت از عموی بزرگوارشون پدر گرامی رسول خدا جناب عبدالله علیه السلام حج به جامی آوردند و حتی بعد از شهادت وصیت کردند به امام حسن و امام حسین که هر سال به نیابت از این بزرگواران حج به جا بیاورند و بعد خود موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمودند و هر امامی از ما اهل بیت همین کار را انجام می دهد و به نیابت از این بزرگواران حج به جا می آورد این روایت را در کتاب مستدرک الوسائل جلد هشت در صفحه هفت اگر اشتباه نکنم نقل کردن که شبیه همین مطلب از امام صادق علیه السلام نقل شده خیلی بجاست ما برای رسیدن به حاجاتمون برای این بزرگوار و بزرگواران دیگری همچون حضرت عبدالله آمنه فاطمه بنت اسد و حتی پدر بزرگوارشون جناب عبدالمطلب سلام الله علیهم اجمعین حج انجام بدیم قرآن بخونیم و به روح متحر این بزرگواران هدیه کنیم که امام صادق علیه السلام به یه شخصی به نام داوود ابن کسیر رقی اومد خدمت حضرت و شکایت کرد از اینکه که یبن رسول الله یه شخصی به من بدهی سنگینی داره و قادر به پرداخت این بدهی نیست من چیکار کنم؟ حضرت فرمودن میری مکه یه تواف به نیابت جناب عبدالمطلب به جا می آوری. دو رکعت نماز هم برای اون بزرگوار میخونی. همین کار را به نیابت از پدر بزرگوار پیغمبر خدا و مادر گرامیشون جناب عبدالله و امنه و ابو طالب و فاطمه بنت اسد والدین گرامی امیرالمومنین علیه السلام انجام بده. یک تواف به نیابت عبدالمطلب دورک ات نماز یک تواف به نیابت عبدالله دورک ات نماز هدیه به روح متحر اون بزرگوار یک تواف به نیابت امنه با دورک ات نماز یک تواف به نیابت ابو طالب با دورک ات نماز یک تواف به نیابت فاطمه بنت اسد با دورک ات نماز داوود ابن کثیر رقی میگه من این کار را انجام دادم از در مسجد حرام که اومدم بیرون دیدم اون شخصی که به من بده کار بود و دیدمش به من گفت بیا پولت حاضره بیا بگیر پولی که من جمان نمی کردم به این راحتی اون شخص بتونه فراهم بکنه ما از این روایت میتونیم استفاده کنیم که اگر امروز هم خداوند متعال به شما بینندگان عزیز توفیق حج بیت الله الحرام انایت کرد یه تواف به نیابت این بزرگوار و اون بزرگواران انجام بدید گاه گداری به نیابت از این بزرگوار به زیارت عطبات آلیات به زیارت امیر به زیارت ائمه اطهار علیه السلام مشرف بشید ختم قرآن انجام بدید زیارت ها و دعاهای مختلف آثار و برکات بسیار زیادی داره باز اونکه که به نظر من میرسه و باز در روایات بهش اشاره شده نامگذاری فرزندانمون به نام ابو طالب علیه السلام یه روایتی را مرحوم آیت الله کلباسی در کتاب از ساعت و رزق از کتاب تهذیب شیخ توسی و ادته و دائی ابن فهد هلی رحمت الله علیهم اجمعین نقل کردند که وجود مقدس و نازنین امام رضا علیه السلام فرمودند در خانه ای که کسی به نام محمد یا علی یا حسن و حسین یا ابو جعفر و ابوطالب طالب و عبدالله باشد و از زنها نام فاطمه داشته باشد در اون خانه فقر وارد نمی شود یه روایت خیلی قشنگی ارز بکنم کنار همین روایت که امام صادق علیه السلام فرمود ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی یا محمد و یا علی ذاب کما یذوب الرصاص شیطان وقتی میشنود نام محمد و علی را مثل سرب آب میشه یعنی کسی که نام پیغمبر و امیرالمؤمنین علیه السلام را بر زبان جاری کند شیطان ازش دور میشه من این روایت رو یه جایی توی مجلسی عرض کردم و اینجور معنا کردم که نام پیغمبر و امیر رو کسی بر زبان جاری کنه بگه یا محمد و یا علی بعد یکی از بزرگان فرمود نه حتی شما اسم فرزند خودت رو صدا بزن بگو محمد علی علی رضا محمد علی شیطان از شنیدن نام پیغمبر خدا لرزه بر اندامش می افتد از اینکه نام پیغمبر و امیرالمؤمنین رو میشنوه یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام مدتی بود نیومده بود چند روز بود قایب بود و امام ام صادق علیه السلام او را ندیده بودن حضرت سراغش گرفتن فرمودن نبودی چند روز بود گفت خداوند متعال به من پسری عنایت کرده فرمود نامش چی گذاشتی گفت محمد حضرت با شنیدن نام محمد با اینکه نام پیغمبر رو رو فرزندش گذاشته و این به عنوان نام فرزندش گذاشت اما حضرت با شنیدن نام محمد ادای احترام کردن به پیغمبر خدا و چند بار راوی میگه حضرت پیوسته میفرمود محمد 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 و در هر مرتبه مقداری خم میشدن تا اینکه سرشون به نزدیک زمین رسید از شنیدن نام پیغمبر چقدر خوشحال شدن امام صادق علیه السلام در این حدیث فرمود خونه ای که نام پیغمبر امیرالمؤمنین ابو طالب و امام حسن و امام حسین درش باشه فقر وارد اون خونه نمیشه و اما از این روایت میتونیم این مطلب را نتیجه بگیریم که ابو طالب علیه السلام چون خودشا فانی در وجود مقدس پیغمبر خدا کرد شخصیت خودش را نام خودش را عمر خودش را فدای نام پیغمبر خدا کرد خداوند متعال حتی در اسم ظاهری او آثار و برکاتی را قرار دهد که فقر وارد خانه‌ای که نام ابو طالب علیه السلام باشد وارد نشود باز مطالب دیگری که به عنوان انجام وظیفه در قبال حضرت ابو طالب علیه السلام میتونیم در این برنامه بهش اشاره کنیم این هست که سعی بکنند عزیزانی که میتوانند نام و یاد حضرت ابو طالب علیه السلام را به هر عنوانی زنده کنند اشاره کردم در قسمت قبلی برنامه کتاب هایی که درباره حضرت ابو طالب علیه السلام نوشته شده را ما وظیفه داریم اگر بتوانیم واجبه و لازمه بر ما که این کتاب ها را زنده کنیم اشعار حضرت ابو طالب علیه السلام و دیوان حضرت ابو طالب که امروزه هست و به اسامی مختلف تا کنون چاب شده و تحقیق شده مثل دیوان شیخ العباته ابو طالب علیه السلام این اشعار واقعا جای کار کردن داره شرح داده بشه و به به زبان فارسی به زبان مختلف شرح بشه و روش کار بشه تفسیر بشه از تفسیر وزن و روز احسنتون. آثار و برکات زیادی داره امیر علیه السلام بسیار علاقه داشتن به اشعار پدرشون ابو طالب علیه السلام و حتی می فرمود تعلمو اشعار پدرم ابو طالب علیه السلام رو یاد بگیرید و یاد فرزندانتون بدید فانه فا علی دین الله و فیه علم کثیر اشعار پدرم ابو طالب علیه السلام بر مبنای دین خدا سروده شده و علم کثیری در اشعار پدرم ابو طالب علیه السلام نهفته کسی که به دنبال علم کثیر هست رو اشعار پدرم ابو طالب علیه السلام کار بکنه حفظ بکنید و یاد فرزندانتون بدید این هم یکی دیگر از مواردی هست که ما در قبال حضرت ابو طالب علیه السلام میتونیم انجام بدیم ایام رحلت حضرت ابو طالب علیه السلام نزدیکه روز 26 م رجب سال روز رهلت این بزرگوار هست سعی کنیم با برگزاری مراسم ازاداری و مراسم تجلیل از این بزرگوار یاد و نام و خاطره شجاعت ها و رشادت ها و فداکاری های این بزرگوار را زنده کنیم که تجلیل از مقام حضرت ابو طالب علیه السلام مساوی با شریک شدن در زحمات و مشقت هایی است که حضرت ابو طالب علیه السلام در راه یاری پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله متحمل شدند یکی از اسم های روز قیامت یوم الحسره است یوم الحسره حسرت یعنی پشیمانی بر از دست دادن سودی که از دست انسان رفته سودی که میتونستم به دست بیارم ولی خیلی راحت از دستش دادم روز قیامت اگر ببینیم که پیغمبر خدا و امیر علیه السلام با کسانی که در دنیا برای تجلیل از ابو طالب علیه السلام زحمت کشیدند و کار کردند چگونه مزد اونها را میدن و با اونها چگونه برخورد میکنن اونجاست که حسرت میخوریم ای کاش ما هم در دنیا برای ابو طالب علیه السلام کاری کرده بودیم ای کاش برای ابو طالب علیه السلام کتابی نوشته بودیم ای کاش برای ابو طالب علیه السلام قدمی برداشته بودیم گامی برداشته بودیم شعری گفته بودیم ای درست کرده بودیم کاری کرده بودیم بیاییم تو همین دنیا برای تجلیل از ابو طالب علیه السلام تلاش کنیم ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار ای کاش تو همین دنیا توفیق پیدا کنیم و برای خاطر امیر المؤمنین علیه السلام دست یاری به دست ابو طالب علیه السلام بگذاریم و از این بزرگوار تجلیل کنیم به راستی اگر سالی که ابو طالب علیه السلام از دنیا رفت ما بودیم و می دیدیم پیغمبر خدا در اثر حزن و اندوه فراوان آن سال را سال حزن و اندوه نامیدن چه می کردیم؟ در طول تاریخ اسلام و در جهان اسلام نداریم که ائمه اطهار علیه السلام یا پیغمبر خدا سالی را به عنوان سال حزن و اندوه نامیده باشند اگر اون سال بودیم و می دیدیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در کنار بدن بیجان ابو طالب علیه السلام قرار گرفتند اشک در چشمان پیغمبر خدا جاری شد و فرمود ای امو جان کودکی بودم مرا سرپرستی کردی یتیم بودم مرا کفالت کردی وقتی بزرگ شدم مرا یاری کردی پس خداوند متعال تو را جزای خیر عنایت کند اگر اونجا بودیم در کنار پیغمبر خدا چه می کردیم؟ چگونه ازاداری می کردیم؟ بیایید برای تجلیل از مقام ابو طالب علیه السلام به خاطر پیغمبر خدا به خاطر امیر المؤمنین علیه السلام گامی برداریم تلاشی بکنیم و یاد و نام این بزرگوار را انشاءالله زنده کنیم انشاءالله خیلی متشکرم از شما جناب آقای سجاد وقت برنامه ما یه به اتمام هست اگر که در پایان این برنامه صحبتی نصیحتی چیزی دارید بفرمایید که سراپا گوشیم به عنوان خاتمه عرایزم روایتی رو از امام رضا علیه السلام تقدیم بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام می کنم که حضرت فرمود رحم الله و عبدا احیا امرنا خدا رحمت کند هر کس امر ما اهل بیت را زنده کند شخصی سوال کرد نرسول رسول الله امر شما اهل بیت چگونه زنده می شود اگر کسی خواست امر شما اهل بیت را زنده کند چه باید بکند حضرت فرمودند یتعلم و علومنا بیاد علوم ما اهل بیت را یاد بگیرد و یاد دیگران بدهد مردم اگر زیبایی کلمات ما اهل بیت را درک کنند خود به خود به دنبال ما خواهند آمد و از ما تبعیت خواهند کرد فرمایشات زیادی از اهل بیت علیه السلام در باب حضرت ابو طالب علیه السلام به ما رسیده این فرمایشات رو به دیگران منتقل کنیم و دیگران را با این بزرگوار آشنا بکنیم من این بشارت و مجده را به شما و همه دوستان عزیزی که در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام زحمت میکشند و اگر زحمات فراوان اونها نبود این برنامه به این سهولت و آسانی در اختیار بینندگان عزیز قرار نمی گرفت این بشارت را بدهم که انشاءالله الله این برنامه ادامه خواهد داشت و دیگران این پرچم را بلند خواهند کرد و هم شما و هم همکاران شما و هم بینندگان عزیزی که در این چند قسمت با ما همراهی کردن ان الله در ثواب اونها هم شریک خواهیم بود ان از اینکه وقت خودتون رو به ما دادید و ما رو به فیض اکمال رسوندید از شما ممنون و سپاسگزارم و شما رو تا دیدار بعدی به خدای بزرگ و مهربون میسپارم و اما شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و برنامه روزگار همونطور که ملاحظه کردید در این برنامه هم بحث خودمون پیرامون شخصیت حضرت ابوطالب رو ادامه دادیم در ابتدای برنامه بررسی کردیم برخی از فرمایشات بزرگان اهل دین رو سپس در باب مظلومیت حضرت ابوطالب علیه السلام صحبت کردیم و بعد هم وظایف ما در قبال ایشون رو مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما ممنون و سپاسگزارم باز هم طبق روال برنامه های گذشته عرض می کنم خدمتتون که ما انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما عزیزان رو به بهای انجامش خریداریم. ما رو از نظرات و انتقادات و پیشنهادات گرانبهای خودتون محروم نکنید. در برنامه بعدی هم با ما همراه باشید. از اینکه تا این لحظه وقتتون رو به ما سپردید از شما ممنون سپاسگزارم در پناه خداوند متعال پیروز و موفق و سربلند باشید اللهم عجل ولی الفرج خدایا فرج آقا مولامون صاحب زمان رو نزدیک بگردان آمین یا رب العالمین خدا نگهدار دست حق به همراه شما عزیزان